به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. به یک ویدیو های دیگر از این کانال خوش آمدید. باز محمد مبارز از روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: مانند موسا شاهین صدها جوان پنچیری بدون کدام جرم در زندان های طالب و وضعیت وخیم به سر میبرند، این ظلم نابخشی نیست. منابع میگویند موسا شاهین برغم وضعیت بدسهی در بازداشت طالبان به خدمت صحی دسترسی ندارد. باشندگان غور طالبان کار ناتمام پروژه های بزرگ زیربنایی را تکمیل کنند. شماری از باشندگان ولایت غور میگویند که با سقوط نظام جمهوری و برگشت طالبان و قدرت برخی از پروژه های زیربنایی در این ولایت نیمه کار مانده و با گذشت نزدیک به 2 سال هیچ خبری از سرگیری این پروژه ها نیز. غلام سخی باشنده غور: کار 40 کیلومتری جاده در مسیر شهرهای غور کابل، 10 کیلومتری جاده در مسیر شهرهای غور هرات بند برق پلیس جیر، کار بند مگاوات برق خورشیدی، کار ساختمان ها و دانشگاه ها و 10 پروژه های خرد و بزرگ دیگر از زمان نظام جمهوری نیمه کار مانده و با گذشت نزدیک به 2 سال تاکنون متاسفانه از آغاز دوباره آن هیچ خبری نیست. از سرگیری روابط ایران و عربستان: نخستین دیدار وزیران خارجه دو کشور در چین انجام شد. وزیران خارجه ایران و عربستان پس از توافق برای از سرگیری روابط دیپلماتیک برای نخستین بار در چین با یک دیگر دیدار کردند. حسین امیر عبدالحیان وزیر امور خارجه ایران در توییت دیدار و گفتگوی خود را با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان را مثبت و توصیف کرده است. او نوشته است: شورای روابط رسمی دیپلماتیک تهران ریاض از سرگیری حج عمره، همکاری اقتصادی و تجاری، بازگشایی سفارتخانه و اسد قصرگیری و تایید بر ثبات امنیت پایدار و توسعه منطقه موضوعات موجود توافق و دستور کار مشترک است. تهران و ریاض اخیرا با وساطت چین برای از سرگیری روابط دو جانبه توافق کردند. قرار است سفارت دو کشور در پایتخت با یکدیگر بازگشایی شوند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.